عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت 14 که به دوحه سفر کرده، روز پنجشنبه 19 مهر در گفتگو با یک رسانه قطری بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی برای هر گونه سناریو تاکید کرد. عراقچی که به دوحه سفر کرده است، در گفتگو با شبکه الجزیره و در پاسخ به تهدیدهای رژیم اسرائیل تاکید کرد با اینکه به دنبال جنگ با تشدید تنش نیستیم، اما برای هر گونه سناریویی آماده هستیم. اسرائیلی ها می توانند عزم و اراده ما را محک بزنند. عراقچی در ادامه گفت خواهیم دید که حمله چگونه خواهد بود و بر این اساس چگونگی پاسخ خود را که با دقت تمام آن را بررسی خواهیم کرد تعیین می کنیم. عراقچی در ادامه گفتگوی خود با الجزیره با بیان اینکه اسرائیل به دنبال جنگی گسترده و سوق دادن برخی کشورها به این جنگ است گفت تنها ایران نیست که خواهان جنگ گسترده نیست، بلکه همه از میزان فاجعه بار بودن این جنگ مطلع هستند. او تاکید کرد که مقاومت قادر به پاسخ به رژیم اسرائیل است و نتانیاهو به هدف خود در جنگ غزه یعنی نابودی حماس نرسید و در لبنان نیز با همین وضعیت مواجه خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر حمایت حکومت ایران از مقاومت گفت حمایت ما هرگز تنها به حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک محدود نخواهد بود و هر کاری که لازم باشد برای آنها انجام خواهیم داد. ما حتی یک روز هم از حمایت از مقاومت دست بر نداشتیم و من از بیروت اعلام کردم که ایران هرگز مقاومت را رها نخواهد کرد. عراقچی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به لبنان گفت دیدارهایم در بیروت جدی و خوب بود و هیچ مشکلی رخ نداد. از تصمیمات دولت لبنان و مقاومت حمایت خواهیم کرد. دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی همچنین خبر داد رایزنی‌هایی درباره چگونگی برقراری آتش‌بس و توقف کشتارها، قتل و ویرانی‌ها انجام داده است. او درباره سفر اخیر خود به عربستان سعودی و قطر نیز گفت کشورهای بزرگ منطقه می‌توانند در برابر تنش به وجود آمده نقشی ایفا کنند. عربستان نقش بزرگی در منطقه دارد و قطر نیز نقش مؤثری ایفا می کند. ما در حال انجام رایزنی هایی با آنها برای توقف جنگ هستیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت کانال های دیپلماتیک با آمریکا از طریق برخی کشورها باز است و به صورت غیر مستقیم تبادل نظر می کنیم. عراقچی با بیان اینکه توجه جهان به آنچه در لبنان و غزه در حال وقوع است مهمترین نتیجه این رایزنی هاست، خبر داد درباره لزوم ایجاد راه حل دیپلماتیک برای این بحران اتفاق نظر وجود دارد. به گفته تحلیلگران این سفر بیشتر به خاطر ترس و نگرانی جمهوری اسلامی از همکاری نظامی عرب با اسرائیل و افزایش تولید نفت است و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هشدار داده که برای تهران غیر قابل قبول است اگر اجازه داده شود از حریم هوایی یا پایگاه‌های نظامی آنها علیه آن استفاده کند. مقامات تهران هشدار دادند هر گونه اقدامی از این شکل با واکنش مواجه خواهد شد. با این همه اما بعید به نظر می رسد اعلام بی‌طرفی از سوی کشورهای عربی منطقه خاطر رژیم اسلامی را جمع کند، زیرا آنها در گذشته در موارد مشابه موضع بی‌طرفی خود را رسماً اعلام کرده بودند، اما در نهایت مقامات جمهوری اسلامی آنها را متهم کردند که با اسرائیل یا آمریکا برای ضربه زدن به آنان همکاری داشتند. به عنوان مثال پس از اولین حمله موشکی سپاه به اسرائیل در فروردین ماه 1403 سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری که 3 اردیبهشت ماه برگزار شد اعلام کرد 20 کشور منطقه و غربی برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران در حمله به اسرائیل همکاری کردند.
همزمان با کارزار جمهوری اسلامی برای فشار به دولت‌های منطقه به هدف ترساندن آنها از ایستادن کنار اسرائیل، دولت بایدن نیز به شدت تلاش می‌کند حمله تلافی جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی را تا جای ممکن محدود کند. نگرانی از گسترش جنگ در منطقه و افزایش بهای نفت از عمده دلایلی است که آمریکا را نگران می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. این تماس تلفنی در حالی انجام گرفت که اسرائیل به عملیات نظامی خود در غزه و لبنان ادامه می‌دهد و در حال بررسی واکنش به حملات اخیر حکومت ایران است. این تماس 30 دقیقه‌ای نخستین گفتگوی بایدن و نتانیاهو از 31 مرداد به این سو بود. کاخ سفید اعلام کرد که کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پاییز امسال نیز در این ارتباط تلفنی حضور داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو طی یک تماس تلفنی به گفتگو درباره شرایط منطقه پرداختند. گفتگویی که به گزارش شبکه NBC بایدن را کاملا راضی کرده است. این شبکه بعد از انتشار بیانیه کاخ سفید درباره تماس تلفنی مورد اشاره به نقل از یک مقام دولتی آمریکا که نامش را هم فاش نکرده گزارش داد تماس بین بایدن و نتانیاهو با وجود تنش روابط بین آنها دوستانه انجام شد. این مقام دولتی آمریکا گفت بایدن با نتانیاهو درباره آینده عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگو کرد. در این گزارش آمده است بخش اعظمی از تماس بایدن با نتانیاهو به گفتگو درباره برنامه‌های اسرائیل برای انتقام‌جویی از جمهوری اسلامی اختصاص یافت. مقام مذکور به ABC گفت دولت بایدن از جزئیات مورد بحث در تماس نتانیاهو با بایدن نسبتاً راضی است. واشنگتن درک اسرائیل از حمله به اهداف نظامی ایران به جای تأسیسات هسته‌ای و نفتی را احساس کرد. بعد از این گفتگو کاریان جان پیر سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود در واشنگتن بدون ارائه جزئیات بیشتر از محتوای این گفتگو آن را صریح و پربار توصیف کرد، اما در عین حال اذعان کرد که دو طرف اختلاف نظرهایی هم در برخی موارد با یکدیگر دارند. کاخ سفید ساعتی بعد با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی در همین ارتباط اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نتانیاهو حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی به اسرائیل را به صراحت محکوم و بار دیگر بر تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. بایدن همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات حزب الله تاکید کرد، اما در عین حال بر لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه در مناطق پرجمعیت بیروت تاکید کرد. حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه هر دو از حمایت حکومت ایران برخوردارند. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل توافق کردند در روزهای آتی در تماس نزدیک با یکدیگر باشند، چه به طور مستقیم چه از طریق تیم‌های امنیت ملیشان. بایدن پیشتر گفته است از حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای در ایران حمایت نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی نحوه واکنش به حمله حکومت ایران است. جمهوری اسلامی 10 مهر ماه حدود 200 موشک بالستیک به اسرائیل شلیک کرد و موجب تشدید جدی درگیری‌های یک ساله میان اسرائیل و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه شد. وبسایت آکسیوس پیشتر از قول دو مقام اسرائیلی نوشت نتانیاهو سه‌شنبه شب ساعت‌ها با اعضای ارشد کابینه و فرماندهان بلندپایه ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل جلساتی برگزار کرد تا درباره وسعت و زمانبندی حملات تلافی جویانه اسرائیل تصمیم گیری کند. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت همزمان در یک پیام ویدئویی که روز چهارشنبه 18 مهر منتشر شد گفت که پاسخ تلافی جویانه کشورش به حمله موشکی جمهوری اسلامی در روزهای اول ماه اکتبر کشنده، دقیق و غافلگیر کننده خواهد بود.
او تأکید کرد که نیروی هوایی اسرائیل در این حمله آسیبی ندیده است. همه ی باندهای پایگاه در حال عملیات هستند و به هیچ هواپیمایی آسیب نرسیده است. گالانت همچنین گفت که به سربازان و غیر نظامیان نیز آسیبی وارد نشده است. وزیر دفاع اسرائیل در همین حال تصریح کرد تمام سیستم امنیتی اسرائیل از سرباز روی زمین گرفته تا نخست وزیر با حمله به جمهوری اسلامی هماهنگ است. کل زنجیره فرماندهی در یک خط قرار دارد و بر روی این موضوع متمرکز است. گالانت همچنین خاطر نشان کرد هر کس به ما حمله کند صدمه خواهد دید و بهای آن را خواهد پرداخت. حمله ما مرگبار، دقیق و مهمتر از همه تعجب آور خواهد بود. آنها متوجه نمی شوند که چه اتفاقی افتاده و چگونه رخ داده است و نتایج آن را خواهند دید. در همین حال شبکه خبری CNN امروز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که کابینه جنگ اسرائیل درباره واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی رأی گیری خواهد داشت. یک مقام اسرائیلی به این شبکه خبری گفته است این کابینه پنجشنبه 19 مهر در این زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. از زمان حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در 10 مهر ماه گمانه‌زنی‌ها در مورد زمان، چگونگی و مکان‌های پاسخ اسرائیل به این حمله افزایش یافته است. این در حالی است که مقامات آمریکا به وال استریت جورنال گفتند هنوز هم از زمان تلافی پیشروی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و جزئیات طرح‌های اسرائیل در این عملیات احتمالی آگاهی ندارند. کاخ سفید هم فقط اعلام کرده گفتگوی تلفنی شامگاه چهارشنبه میان جو بایدن با نتانیاهو صریح و پربار بوده است. شبکه فرانس 24 میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دیدار روز گذشته 18 مهر ماه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با او گفته است آمریکا نیز کاملا از اهداف اسرائیل در مورد پاسخ به حمله ایران بیخبر است، اما واشنگتن متعهد شده که شریک حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نباشد. گزارش این شبکه در روز 18 مهر ماه همزمان با دیدار وزیر خارجه ایران از ریاض منتشر شد. این گزارش میگوید ولیعهد عربستان سعودی پیام آمریکا را به آگاهی عباس عراقچی رساند که واشنگتن با احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف است و شریک چنین عملیات احتمالی نخواهد بود. با این حال در گزارش رسانه‌های ایران از سفر عراقچی به ریاض هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یک منبع ارشد پنتاگون نیز روز دوشنبه 16 مهر به شبکه اسکای نیوز عربی گفت وزارت دفاع آمریکا یک ارزیابی اطلاعاتی در مورد عواقب حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به مقامات نظامی اسرائیلی داده و هشدار داده که در صورت وقوع چنین حمله‌ای ممکن است ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شود. سابرینا سینگ سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه 17 مهر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد که دولت آمریکا به رایزنی با اسرائیل درباره پاسخ احتمالی به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا به عملیات نظامی تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران خواهد پیوست گفت ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم، اما با اسرائیلی ها در مورد پاسخ آنها صحبت خواهیم کرد. او در پاسخ به اینکه چرا یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل سفر به واشنگتن برای دیدار با همتای آمریکاییش را لغو کرد گفت اینکه چرا سفر لغو شد را باید از اسرائیل پرسید، اما آنچه میتوانم بگویم این است که ما همچنان در تماس خواهیم بود، چه حضوری چه از طریق جلسه‌ای که ممکن است برای زمانی دیگر برنامه ریزی شود یا حتی تماس تلفنی وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا. تقریبا بیش از 80 بار صحبت کردند و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره واکنش احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران افزود آنها هنوز دارند درباره نحوه پاسخ دادن فکر می‌کنند، اما من از جزئیات اطلاعی ندارم. در جریان این نشست خبرنگاری از سینگ پرسید
با اینکه گفته می شود ارتباط وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل نزدیک است، لوید آستین پس از کشته شدن حسن نصرالله اعلام کرد که غافلگیر شده است. با توجه به شرایط حساس کنونی که اسرائیل ممکن است به ایران حمله کند، آیا آمریکا بار دیگر غافلگیر نخواهد شد؟ سینگ در پاسخ گفت ما مطمئنیم که به تعامل با اسرائیلی ها چه حضوری در پنتاگون و چه از طریق تلفن ادامه می دهیم. شبکه NBC نیوز پیش از این گزارش داده بود که آستین وزیر دفاع آمریکا از اینکه تل‌آویو واشنگتن را از برنامه‌اش برای حمله به سید حسن نصرالله مطلع نکرده عصبانی است. سفر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن که قرار بود روز پنجشنبه انجام شود، در لحظه آخر به دستور بنیامین نتانیاهو لغو شد. گفته می شود نخست وزیر اسرائیل به گالانت اعلام کرده است این سفر زمانی انجام شود که او با بایدن صحبت و کابینه امنیتی اسرائیل طرح‌های حمله را تصویب کرده باشند. منابع آکسیوس گفتند که پیشبینی می شود واکنش اسرائیل قابل توجه و به شکل ترکیبی از حملات هوایی به اهداف نظامی در ایران و حملاتی مشابه عملیات ترور اسماعیل هنیه باشد. با اینکه اسرائیل قرار است به تنهایی به حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد، به دلیل پیامدهای راهبردی این وضعیت ممکن است برنامه‌هایش را با ایالات متحده هماهنگ کند. به نوشته آکسیوس، به نقل از یک مقام اسرائیلی، حمله بعدی جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقام اسرائیل مستلزم همکاری دفاعی با فرماندهی مرکزی ایالات متحده، تأمین مهمات بیشتر برای نیروی هوایی اسرائیل و احتمالاً انواع دیگر پشتیبانی عملیاتی است. وزارت امور خارجه روسیه میگوید حزب الله همچنان تشکیلاتی سازمان یافته است و با وجود حملات سنگین اسرائیل زنجیره فرماندهی خود را از دست نداده است. مسکو همچنین مدعی شد اسرائیل در تلاش است درگیری مسلحانه را در خاورمیانه شعله ور کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت بر اساس ارزیابی‌های ما، حزب الله از جمله شاخه نظامی آن زنجیره فرماندهی خود را از دست نداده است و سازمان یافتگی خود را نشان می‌دهد. او ادعا کرد که غرب به ویژه آمریکا و بریتانیا در حال شعله ور کردن درگیری در خاورمیانه هستند. این در حالی است که ایالات متحده با رهبری تلاش‌های میانجیگرانه میان اسرائیل و حماس بارها برای توقف درگیری در نوار غزه و گسترش تنش در منطقه تلاش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین از حمله موشکی اسرائیل به یک ساختمان در دمشق پایتخت سوریه انتقاد کرد و آن را نقض فاحش حاکمیت سوریه خواند. روسیه از حامیان اصلی بشار اسد، رئیس رژیم حاکم بر دمشق، در جنگ با مخالفان داخلی بوده است. جنگ جاری با حمله گروه تروریستی فلسطینی حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شد. پس از آن حزب الله گروه دیگر مورد حمایت جمهوری اسلامی جبهه دیگری را علیه اسرائیل با راکت پرانی خود گشود. اکنون بیم آن می‌رود که پس از دومین حمله مستقیم موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در 10 مهر ماه این جنگ گسترده تر شود و به رویارویی مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی بینجامد. اسرائیل در حال بررسی نحوه پاسخ به حمله اخیر حکومت ایران است. در همین حال روزنامه لبنانی النهار خبر داد که روسیه به حزب الله پهپاد داده است. به گفته النهار روسیه همچنین نیروهای حزب الله را برای چگونگی استفاده از این پهپادها آموزش می‌دهد. روز پنجشنبه همچنین سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که گسترش دامنه جغرافیایی درگیری در خاورمیانه به لبنان پیامدهای فاجعه باری برای منطقه دارد.
پس از دو هفته درگیری در مرز لبنان و اسرائیل و تلاش نیروهای اسرائیل برای نفوذ زمینی به مناطق مرزی، ارتش اسرائیل اعلام کرد که احمد مصطفی علی، یکی از فرماندهان حزب الله و مسئول شلیک موشک به شمال اسرائیل، کشته شده است. همچنین امروز پنجشنبه ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که محمد علی، فرمانده واحد ضد تانک حزب الله در منطقه میسل جبل، نیز در این حملات کشته شده است. اسرائیل از ماه گذشته حملات سنگینی علیه حزب الله انجام داده و با کشتن چندین فرمانده حزب الله سعی دارد این گروه را از مناطق مرزی دور کرده و به سمت شمال رودخانه لیتانی عقب براند. در همین حال دولت لبنان بار دیگر بر ضرورت توقف درگیری‌ها تاکید کرده و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس اعلام کرده است. این در حالی است که در روز گذشته در پی حمله راکتی حزب الله به اسرائیل دو نفر کشته شدند. دو روز پیش نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله، نیز اعلام کرد که این گروه از تلاش‌های نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، برای توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند. روز گذشته یکی از مقامات دولتی لبنان فاش کرد که حزب الله در همان روزی که حسن نصرالله، رهبر این گروه، در حملات اسرائیل کشته شد، موافقت خود را با آتش‌بس با اسرائیل به دولت لبنان اعلام کرده است. در همین حال نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش‌های دیپلماتیک در ساعات گذشته و در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت خاورمیانه تشدید شده است. او افزود: تماس‌هایی بین ایالات متحده و فرانسه با هدف توافق آتش‌بس برای یک دوره مشخص در جریان است.